سلام یک شنبه 22 تیر 93 13 جولای 2014 میلادی در مورد شش موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه پنجمین سالگرد شهادت سهراب اعرابی در منزل او برگزار شد دختران آقای موسوی و خانم رهنورد پاره از زندانیان سیاسی آزاد شده خانواده های زندانیان سیاسی روزنامه نگاران مادران پارک لاله تعدادی از عوام و همسایگان در این مراسم شرکت داشتند محمد نوری از دراویش گنابادی از سوی دادگاه ویژه روحانیت خلع لباس شد و از پوشیدن لباس روحانیت برای مادام العمر محروم شد رضا شهابی از کارگران فعالین جنبش کارگری که در زندان هست و از یازدهم خرداد ماه دست به اعتصاب غذا زده در اعتراض به انتقال او به زندان رجای شهر و همینطور عدم مرخصی و عدم استفاده از آزادی مشروطی که حق او هست الان و اعتصاب غذای او باعث وضعیت بد جسمانی شده و سرانجام به بیمارستان امام خمینی تهران منتقل شده موضوع دوم اینکه آقای عراخچی در وین اعلام کرده که ما به توافق کامل با پنج به اضافه نرسیدیم و موضوعات سنگین وزن باقی مونده که توافقی روی اونها نیست یک مقام وزارت خارجه امریکا و عضو تیم مذاکره کننده هم که نخواسته نامش فاش بشه مطرح کرده که برخی مسائل کلیدی اختلاف نظر وجود داره و مواضع غیرعملی ایران برای اطمینان سازی از اینکه پروژه هسته ایران به سوی, نظامی نمیره باعث شده که مذاکرات به پیش نره او گفته که در واقع بدون اشاره به فتوا ولی گفته در واقع این حرف ایران که آقای, آقای خامنه ای فتوا داده کافی نیست و اقدامات مشخص قابل اندازه گیری و قابل راست آزمایی مورد نیازه وزرای خارجه امریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان به محل مذاکرات رفتند ولی وزرای خارجه روسیه و چین غایب هستند در برزیل هستند اما خبرگزاری اسیویتد پرس از قول یکی از دیپلماتها ها گفته که یک علت نیامدنشون نیست که امیدی به نتیجه رسیدن مذاکرات هم ندارن روزنامه واشنگتن پست هم در مقاله نوشته که عدم توافق در وین هم به زیان دولت روحانی در تهران خواهد بود و هم اینکه به زیان مسائل عراق خواهد بود چون این امکان وجود داره که با توافق در وین امریکا و ایران در عراق هم همراهی و همکاری کنند ولی عدم توافق مسائل عراق رو هم با دشواری مواجه میکنه البته به این تحلیل باید اضافه کرد که عدم توافق آقای اوباما رو در واشنگتن هم با مشکل به خصوص از سوی کنگره مواجه خواهد کرد آقای جوان فکر مشاور آقای احمدی نژاد هم عنوان کرده که بهترین شرایط برای توافق در دوره احمدی نژاد بود ولی نگذاشتند ایشون نگفت چه کسی نگذاشت ولی کنترل مذاکرات هسته‌ای در اون دوره هم مثل الان به دست شخص آقای خامنه‌ای بود موضوع سوم اینکه که روزنامه خراسان در گزارشی عنوان کرده که 85 درصد دکل‌های مخابراتی که در تهران نصب شده در واقع فاقد مجوز هستش در نزدیکی بیمارستان‌ها مهد کودک‌ها و مدارس گاهی نصب شده و با افزایش توان اونها برای جویی در تعداد دکل تششعات خطرناکی رو با امواج در واقع پرقدرتی رو ارسال می کنند که برای سلامت به خصوص در نزدیکی این اماکن مزر هستش مرکز آمار ایران هم آماری رو منتشر کرده و گفته هزینه خانوار الان یک میلیون و هفتصد هزار تومان در ماهه که به طور مشخصی بسیاری از خانوارهای ایرانی زیر این عدد قرار دارند و قادر به تأمین هزینه های ابتدایی نیستند این عدد 25 درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرد عضو کمیته ویژه پیگیری پرونده آقای بابک زنجانی در مجلس شورای اسلامی هم گفته که تا پشت پرده این پرونده افشا نشه امیدی به پرداخت بدهی های آقای بابک زنجانی نیست تولید نفت ایران هم بنا به آمار اوپک به دو میلیون و هفتصد هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرده و ایران به لحاظ تولید در رتبه پنجم اوپک قرار گرفته قبلا ایران در رتبه دوم بعد از عربستان قرار داشت موضوع چهارم اینکه آقای امامی کاشانی یکی از امام جمعه های تهران در مصاحبه طولانی انتقاد کرده از روال نماز جمعه و حرف های تکراری و اینکه از ستاد مرکزی ابلاغ میشه چی بگن و گفته نتیجه اینکه این که تعداد شرکت کنندگان در نماز جمعه به شدت کاهش پیدا کرده آقای خاتمی هم بعد از جنجالی که بر سر او بلند شد عنوان کرده که هیچ حکم ممنوع بیانی از شورای امنیت یا مرجع دیگری او دریافت نکرده در حالی که در واقع نمایندگان تندروی روی مجلس خواستار این شده بودند که آقای خاتمی ممنوع بیان و تصویر و خروج بشود و تشدید بشه فشارها روی او در واقع تا اینجای کار هم آقای خاتمی بدون حکم رسمی عملا از بسیاری رسانه های حکومتی ممنوع بیان شده شیخ محمد یزدی هم عنوان کرده در واقع با موزه آقای روحانی همسویی کرد و گفته با شمشیر نمی شود مردم را به بهشت برد این حرف عجیب از آقای شیخ محمد یزدی و باید گفت بیشتر شاید در زدیت با آقای مصباح یزدی گفته شده و یا اینکه ایشون متوجه نیست که این حرف چه اختلاف بنیانی داره با نظریه حکومت دینی که امثال ایشون مبلغش هستند اما آقای منتجب نیا هم به مصباح یزدی حمله کرده که به آقای روحانی گفته بود در انگلیس تحصیل کرده نه در قم و گفته خود شما سوابق آقای روحانی معلومه ولی خود شما چند سفر به انگلیس داشتید و با چه کسانی شام خوردید و تلویحا آقای نسباهی یزدی رو متهم کرده به ارتباطات مشکوک با خارجی ها و حتی جاسوسی اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم تعدادشون شکای... تعدادی از اونها شکایتی رو به کمیته نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس دادند از علیه آقای متحری و گفتند حرفا و رفتاریشون با مجلس همخانی نداره موضوع پنجم اینکه سازمان دیدبان حقوق بشر خبر داده از اینکه دست کم 255 زندانی اهل سنت در عراق در شهرهای مختلف توسط نیروهای دولتی اعدام شدند و اکثر این اعدام ها هم در شرایطی بوده که نیروهای دولتی در حال عقب نشینی بودند و زندانیان در دست خودشون رو اعدام کردند فردی به نام ابو هم در رقه در سوریه اعلام خلافت کرده رقیب آقای ابوبکر البغدادی شده و حدود سه هزار نفر هم با او بیعت کردند به این ترتیب ما صاحب تا این جای کار چند خلیفه شدیم حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه هم تا کنون بیش از 121 کشته بر جای گذاشته اسرائیل تهدید کرده شمال غزه رو باید تخلیه بکنند به اطراف پاره مساجد اسرائیل حمله کرده و مدعی شده که حماس از این اماکن مقدس موشک پرانی میکنه و شورای امنیت سازمان ملل قط نامه داده که اه 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 به دو طرف توصیه کرده فورا آتش بس برقرار کند اما آقای نتانیاهو گفته تا حماس موشک پرانی رو متوقف نکنه حملات قطع نخواهد شد اما موضوع آخر اینکه رئیس مرکز تحقیقات جنگ نرم به داروینیس و تدریس اون در مدارس حمله کرده و گفته که خلاصه این نظریه خلاف اعتقادات دینی است آقای اسماعیلی هم که بعد از ضرب و شتم در زندان اوین شده رئیس دادگستری استان تهران فرمودن که اگر آقایان موسوی و کروبی توبه بکنن اف میشن ایشون دیر اومده خیلی خیلی گنده تر از ایشون قبلا از این حرف ها خواسته های کمتر هم زدند اما رهبران جنبش سبز وقعی به اونها نگذاشتند دو مؤسسه مد هم به نام ویولت و خانه مد در توسط وزارت ارشاد تعطیل شدند چون لباس هایی رو تولید کرده بودند در تهران که با پرچم ایران تولید شده بود دوخته شده بود برای جام جهانی و گفتند که به پرچم توهین شده در فیلم تکان دهنده هم که افکار عمومی بسیاری از مردم ایران رو متاثر کرده بود و مربی مهد کودکی رو در اردبیل نشون میداد مهد کودک ستایش که کودک رو با ضرب و شتم و زور بهش قضا میخواسته بده غیرو بازداشت شده و اون مهد کودک هم تعطیل شده گزارش های مشابه با این در مدارس و مهد کودک ها این روزها زیاد شده اندکی صبح سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز با و و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی